فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. خدایا عشق را در من برانگیز، ندای عشق را در من رسا کن، از این مردا بودن در حراسم، از این مردا بودن در حراسم، مرا از ننگ بی عشقی رها کن، مرا مهتاب کن در تیر شبها، که بر هر کلبه ویران بتابم. دم گرم مسیحایی به من بخش، دم گرم مسیحایی به من بخش، که بر بالین بیماران شتابم. مرا لبخند کن لبخند شادی، که بر لبهای غمخواران نشینم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، سپاسگزار هستیم از اینکه بیننده برنامه‌های شبکه امید جاودان هستید. اینک با برنامه امید جاودان مهمان منازل شما خوبان هستیم، همچنین روی فیسبوک پرشین ورشیپرز آف کرایست و نیز کشیش رسول حیدری خواهیم بود. می توانید عزیزانی که روی فیسبوک با ما هستید لطف کنید ما رو شیر کنید. اولین برنامه‌ای هستش که ما در استودیوی جدیدمون داریم و شاید در طول برنامه با مشکلات فنی هم کمی روبرو بشیم، اما این برنامه رو تصمیم گرفتیم امروز داشته باشیم. با فیض خداوند بتوانیم هفته دیگه در شبکه محبت مستقیما به وقت لس آنجلس، تصورم بر این هستش که 9:30 صبح خواهد بود که در ایران ساعت 9 شب هستش، در اون آدینه شب در خدمت شما خوبان باشیم. همون گونه که آگاه هستید شبکه امید جاودان در طول سالها، به طور خاص برنامه امید جاودان در طول سالها که بیش از 12 سال هست، توانسته خبر خوش نجات رو به هموطنان ایرانی برسونه و هر روزه چندین نفر به توسط این برنامه با فیض خداوند نجات پیدا کردن و در کنار این از متخصصین نیز استفاده شده، متخصصین سیاسی، تا این کنشگران سیاسی این آگاهی رو بدن به ایرانیان برای آزادی کشورمون از دست نظام ستمگر اسلامی. سعی میکنیم در طول هفته از متخصصین دیگه و برنامه گذاران دیگه همچون سابق دوباره استفاده کنیم، اما در ابتدا به خاطر محدودیت هایی که داریم اکتفا میکنیم به چند برنامه زنده و ما دست یاری شما خوبان رو میخواییم. در مرحله اول میخواییم دعا کنیم. خواهش میکنم به طور خاص برای خود من و خدمتی که خدای من داده، رویایی که خدای من داده و این رویا رو من در کلیسا با عزیزان در میون گذاشتم، در کنار خادمین رهبران کلیسا و شما عزیزانی که اعضای کلیسا هستید، در طول این سالها ما توانستیم سازمانی رو به نام سازمان ونگارد پیس میکرز که همون پیشتازان صلح هست رو تأسیس کنیم و توانستیم به نوعی با فیض خداوند دست هموطنانمون رو نسبت به تسلی دادن، نسبت به سلامتیشون، نسبت به آرامش، نسبت به اینکه دعا کردیم مسیح اونها رو شفا داده و نسبت به موقعیت‌های آگاهی برای آزادی ایران، یک موجی رو ما نیز ایجاد کردیم. موج‌های بسیاری هست اما از شبکه امید جاودان نیز موجی ایجاد شد که میدونیم که دلیلی شد که اینک نگاه مسیحی ها به طور خاص نوکیشان مسیحی نسبت مسئله سیاسی بسیار باز شده. در کنار من حتما شبانان و خادمینی هم بودن این گونه فکر کردم
و توانستیم با فیض خداوند این نگرش رو به هموطنان مسیحیمون بدیم که عزیزان سیاست قسمتی از زندگی ما هست. ما نمیتونیم بی توجه باشیم، چون که کلام خداوند مدام به ما این آموخته ها رو داده که نسبت به آینده آگاه باشید. پس اگر خدا ما رو نسبت به آینده آگاه کرده، یعنی ما باید هوشیار باشیم و این هوشیاری رو داشته باشیم. به طور خاص ما از طرف خداوند دستی هستیم در کناری که خبر خوش نجات رو بدیم، در کنار اینکه دستگیری کنیم مردم نیازمند رو تا اونجا که میتوانیم، از طرفی نیز ما میباید از آنانی که دارن بر مردم دیگه ظلم میکنن نیز بیستین در برابر ظالمین و مطابق کلام خدا در مسیر حکمت و محبت نیز دفاع کنیم از مردمی که تحت ظلم و ستم هستند. پس ما این گونه عمل کردیم تا به امروز. حتما در تمام مواردی که اقدام کردیم موفق نبودیم، اما این دال بر این نیست که راه ما اشتباه بوده. 41 سال هست اپوزیسیون فعالیتشو میکنه اما موفق نشده. آیا اپوزیسیون اشتباه کرده؟ حتما اشتباهاتی داشته، اما حرکتش درست بوده که بر علیه نظام اسلامی بوده. یکی از حرکات‌های درست این هستش که اونهایی که به دنبال اصلاح طلبی بودن در طول سالها، اونهایی که تصور می‌کردن که جمهوری اسلامی خوب هست، حتی جوانانی که فریب خورده بودن و متولدین در دوران نظام اسلامی هستن، الان به عنوان کسایی هستن که در کنار اپوزیسیون قدیمی که در مخالف نظام اسلامی هست ایستادن. پس حرکت‌هایی که شده میتونه توش اشتباه باشه، اما گلد و هدف اشتباه نبوده. ما نیز ایستادیم برای سرنگونی نظام اسلامی در دعا. امیدوارم که کلیساهای فارسی زبان یک روز همه یک دل بیستیم و یکی از دعاهای کلیساهای فارسی زبان، شبکه‌های مسیحی این باشه که سرنگون باد نظام اسلامی در نام عیسی مسیح، آمین. میخوام لحظه با هم دعا کنیم و بعد عینک با دکتر صحاب عزیز خواهیم بود. وقت بشه قسمتی از کلام، وقت بشه تلفن‌هایی رو خواهیم گرفت. البته فعلا تلفن‌هامون اینجا وصل نیستش، اما روی موبایل خودم عزیزانی هستن که از ایران با من در تماس هستن، میتوانم تلفنی رو بگیریم، حالا یا گواهی باشه، سوالی باشه، بتونیم در این مسیر نیز قدمی رو برداشته باشیم برای هموطنانمون که در ایران هستن. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، محبتی که خداوند دلیلش این بود که پدر جان آن را کامل کردی به توسط یگانه پسرت عیسی مسیح که بر روی زمین آمد، جسد پوشید و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت، مرد و قیام کرد و تو بودی باز با محبت این حقیقت رو بر قلب خدا مشتاقان حقیقت مکشوف کردی. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح این وقت ما رو برکت بده ای خدای قدوس، مهمانان ما رو ای پدر جان، کارگردان رو ما رو ای خداوند، آقای یاسر عزیزم رو، ساحل عزیزم رو برکت بده ای خداوند، و در این وقت ای خداوند تو مبارک خوانده بشیم. سرزمینمون ایران رو به حضورت میاریم، از تو میخوام خداوند این سرزمین رو حفظ کنی ای پدر، مردم این سرزمین رو، و خداوند تو مبتلایان به ویروس کرونا رو در کل جهان خداوند تو شفا بدی و این ویروس رو از روی کره زمین تو پاک کنی. به مصلحت‌های دل هموطنانم همین الان نظر کرده و تو اجابت کننده باشه این مسیح خداوندم، و سرزمین ایران رو ای خدا از دروغی که ای خدا سالیان سال هست به عنوان یک باور دروغین اسلام ای خداوند تو پاک ساز ای مسیح جان، و سرزمین ما رو ای خداوند به آزادی که تو میپسندی ای پدر جان مهر کن. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کنید. ما برنامه هامون برنامه بدون پرده هست عزیزان، رک صحبت میکنیم، هیچ موقع مصلحت طلبی نکردیم و به عنوان افرادی که به دنبال اصلاح باشن ما نیستیم. ریشه ظلم که اسلام هست رو میخواییم از سرزمینمون ایران پاک کنیم با فیض خداوندمون. بریم به اختیار آقای یاسر عزیزم، اگر سرودی هست، کلیپی هستش رو داشته باشیم، با دکتر صحاب عزیز خواهیم بود. سلام دوستان، در این ویدیو قصد داریم وارد حوزه یک شغل حساس و جنجالی بشیم، شغلی که شاید بسیاری از ما ندونیم که چقدر پردرآمد هست. البته هر وقت هم کسی در مورد درآمد این شغل پرسجو میکنه، یا جواب سربالا میشنوه یا با عصبانیت طرف مقابل مواجه میشه که یعنی چی؟ من این کار رو برای ثوابش انجام میدم. بله درسته، این شغل پردرآمد مداحی هست. به
بذارین برای آسونی بحثمون مده ها رو به دو دسته تقسیم کنیم و بعد در مورد درآمدشون حرف بزنیم. دسته اول مده های مجلسی هستن، یعنی مده هایی که برای مراسم خاکسپاری، ترحیم، ولیمه، مولودی و حتی بعضی از مراسم عروسی دعوت میشن. در سال 96، یعنی قبل از گرونی های اخیر، نرخ یه مداح ختمی خوان در بهشت زهرای تهران بین 100 تا 200 هزار تومان بود که بین 50 تا 100 هزار تومان هم برای سیستم صوتی می گرفت. مداحایی که برای مراسم ختم یا ولیمه دعوت میشن بین 100 تا 500 هزار تومان می گیرن و مداحای مراسم عروسی بین 500 تا 1 میلیون و 500 هزار تومان. البته با گرونی دو سه برابری اجناس در سال 97 باید این رقم‌ها رو هم حداقل دو برابر کرد. در این میان مداحانی هم هستن که چه در مراسم عزا و چه در مراسم شادی با ادوات موسیقی حاضر میشن که اینها هم بین 1 تا 2 میلیون تومان درآمد دارن، که البته جامعه مداحان این دسته رو به عنوان مداح به رسمیت نمیشناسه چون با حضور ساز در مجلس مداحی موافق نیست. اما دسته دوم مداحان هیئتی هستن که در مراسم عزا و تولد اهل بیت مرثیه خوانی و منقبت خوانی میکنن. خود این گروه به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول مداحای آماتور و فصلی که هر سال فقط در ماه محرم میکروفون به دست میگیرن. هزینه پرداختی هیئت‌ها برای این افراد بسته به هنری که به خرج میدن بین 200 تا 600 هزار تومان برای هر شب هست. در دسته دوم مداحان نیمه حرفه‌ای قرار میگیرن که دارای شهرت محلی هستند. این افراد در ایام محرم برای هر شب بین 400 تا 1 میلیون تومان دریافتی دارند. و اما در دسته سوم مداحان حرفه‌ای قرار می‌گیرند که در یک بازه قیمتی نامتعارف از شبی 3 میلیون تا شبی 100 میلیون تومان دریافتی دارند. این مداحان حرفه‌ای در واقع مداحان برند و سوپر برند هستند. اونا دقیقا مثل یه خواننده معروف میمونن که میخواد کنسرت بده، مدیر برنامه دارن و کلی شرط و شروط برای پذیرش دعوت. به جز قرارداد مالی اونا توافقای دیگه ای هم با صاحبان هیئت‌ها دارن که اطلاع از اونا میتونه براتون جالب باشه. یکی از معمولترین توافقها توافق بر سر هیئت همراه یا پاممبری ها هست. در توافق مدیر برنامه مداحان برند با صاحبان هیئت‌ها گفته میشه که این مداح دارای 10 تا حتی شاید 40 پاممبری هست که باید در هیئت حضور پیدا کنن، و اگه این مداح به شهرستان دعوت بشه هزینه اقامت این افراد هم با هیئت هست. پاممبری ها یکی دو نکته جالب دیگه هم دارن. یکی این که اونا در گرم کردن مجلس مداح سنگ تموم میذارن و با گریه و فریاد و تشویق گریه بیشتری از مردم میگیرن. دوم این که مداح به دلیل انرژی و وقتی که اونا برای برپایی با شکوه مداحی اون صرف کردن بخشی از مبلغ دریافتیشو به اونا میده. و سوم این که در برخی اوقات شنیده شده که مداح با پاممبری های خودش جلساتی رو برای تمرین سبک‌های مختلف برگزار می‌کنه. بعد از توافق بر سر پاممبری‌ها، نوبت به توافق بر سر سیستم صوتی می‌رسه. معمولاً مداحان معروف علاقه به سیستم‌های صوتی حرفه‌ای دارن برای بهتر شدن عملکردشون، که این سیستم‌ها هم بعضی‌هاشون تا شبی 5 میلیون تومان هزینه دارن. توافق جالب بعدی تقاضای مداحان سوپر برند برای اطلاع رسانی هست. اونا میگن ما در سطح شهر پاممبری های خاص خودمون رو داریم که باید از زمان و مکان برگزاری هیئتمون با خبر باشن. پس شما باید به طور مثال 200 بنر 2 متر در 1 متر در 200 نقطه تهران نصب کنید. توافق های بعدی هم گروه فیلمبرداری و دکور پشت منبر هست. برخی مداحان سوپر برند به مسئله دکور هیئت حساس هستند و در قرارداد توافق می‌کنند که دکور پشت منبر حتماً باید به تایید اونا برسه. جالبه بدونین که برخی از این دکورها تا 30 میلیون تومان هم هزینه برمی‌داره. وقتی هم که مداح سوپر برند قراره به شهرستان بره، به تمام این هزینه‌ها هزینه اقامت و پذیرایی ویژه رو هم اضافه کنین.
در حال حاضر استان قم و مازندران بالاترین مبلغ پرداختی رو به مداحان سوپربرند تهرانی دارن. در مهر ماه سال 96 مبلغی که حسن قاسمی رئیس تیم خونه به خونه بابل به جواد مقدم پرداخت باعث جنجال زیادی شد. این مبلغ 1 میلیارد تومان برای 10 شب مداحی محرم در هیئت قریب مدینه بابل بود، جدا از ویلای 700 میلیون تومانی که این مداح به عنوان سله دریافت کرده بود. در اینجا خالی از لطف نیست که به اسم و درآمد چند تا از مداحان سوپربرند پایتخت هم اشاره‌ای داشته باشیم. البته این قیمت‌ها به نقل از سایت آژانس خبر ایران هست و تاریخش هم شهریور سال 96 بوده. شما به این قیمت‌ها تورم افسار گسیخته سال 97 رو اضافه کنید. سعید حدادیان جلسه 15 میلیون تومان. حدادیان مدیر فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران هست و پاتوق رسمیش مهدیه امام حسن مجتبی در خیابان آزادی وابسته به سپاه و هیئت رزمندگان غرب تهران هست. حدادیان تازگی ها شرط حضور خودشو در مجالس دعوت از پسرش محمد حسین حدادیان برای مداحی همزمان اعلام میکنه. محمود کریمی 12 تا 15 میلیون تومان. پاتوق رسمی اون چیزر امامزاده علی اکبر هست و در بازار سنگ و مصالح ساختمانی هم فعالیت داره. عبدالرضا هلالی سال 95 8 تا 10 میلیون تومان برای هر جلسه می گرفته. پاتوق معمولش هیئت الرضا در امامزاده حسن یا حسینیه موسی بن جعفر در میدان خراسان هست. برخی مذهبی ها به سبک مداحی و مجلس گردانی اون معترضن، چون به نظرشون مجالس اون بیشتر شبیه دیسکو هست تا مجلس عزاداری امام حسین. هلالی در تاریخ 20 تیر 96 به همراه روح الله بهمنی که اونم یه مداح سوپربرند هست به جرم جاسوسی و روابط نامشروع با 2 دختر دستگیر شد که بعداً بهمنی با وثیقه آزاد شد، اما هلالی همچنان در زندان به سر میبره. حسین سیب سرخی 7 تا 10 میلیون تومان. حمید علیمی 7 تا 10 میلیون تومان. علیمی یه مداحی تقلیدی از ترانه یار قدیمی هایده داره و بعضی مواقع هم همراه هلالی و سیب سرخی به صورت شوی 3 نفره در هیئت خادم الرضا مداحی میکنن. مجید بنی فاطمه داماد کوچیک منصور عرضی 5 تا 7 میلیون. منصور عرضی رئیس و پیشکسوت مداحان محسوب میشه و اونطوری که میگن برای مداحی پولی دریافت نمیکنه و ظاهرا در صنف لباس فروش ها فعالیت میکنه، اما وابستگی های اون به جناح راست افراطی و جایگاه خاصش در بیت رهبری از اون یه فرد قدرتمند در جامعه مداحان ساخته. اون سیاسی ترین مداح این روزهای کشوره. دستمزدهایی که گفته شد فقط به ازای 0.5 ساعت تا 1 ساعت مداحی هست. در ایام ماه محرم این مداحان از نماز صبح تا بعد از نیمه شب در نقاط مختلف در حدود کم کم 10 جلسه دارن که در ماهای محرم و صفر درآمدشون سر به چندین میلیارد تومان میزنه. البته ایام فاطمیه و روزهای عزاداری و جشنهای مذهبی و دولتی رو هم در طول سال نباید از نظر دور داشت و ارتباطاتی که این افراد به واسطه حضور در مجالس افراد با نفوذ و متمول به اون دست پیدا میکنن و باعث میشه که به راه‌های کسب درآمد دیگه‌ای هم برسن. آماری از تعداد مداحان شناخته شده مرد در ایران در دست نیست، چون این شغل یه شغل رسمی محسوب نمیشه که افراد بابتش مالیات بدن یا جایی رو براش اجاره کنن. تنها رقمی که تا به حال اعلام شده از طرف سایت شیعه آنلاین هست که تعداد مداحان مرد شناسایی شده رو 56432 نفر اعلام کرده. این روزها هم شاهد هستیم که این تعداد رو به افزایشه. مردم بچه هاشون رو در کلاس مداحی ثبت نام میکنن، در مدارس مسابقات مداحی برگزار میشه و خلاصه بازار این شغل پردرآمد و تا حدود افسوس و هزاران افسوس که 41 سال هست که مردم رو سرگرم خرافه هایی کردن و جالبه که از خرافه هایی که ایجاد کردن مردم رو سرکیسم کردن و درآمدسازی کردن و مدعای یکی از پردرآمدترین خرافه هایی هستش که تبدیل به یک
کسب و کار شده، به یک بیزینس شده و میلیون ها تومان اینها در روز به جیب میزنن برای روزخانی و آسیب گذشته از این که آسیب میزنن به موقعیت مالی مردم، آسیب میزنن به ذهنیت جوانان، جوانانی که میباید تحقیق کنن، تلاش کنن، اما به دنبال افسانه های دروغین میرن. و در کنار این نیز ما شاهد هستیم که چگونه افراد دیگه‌ای به خاطر شرایط مالیشون و منافع خودشون در کنار این مداحان می‌ایستن و به عنوان سیاه لشکر توی همون محلا اونها مداح رو همراهی میکنن و اونها هم دارن پول میگن. یعنی اون کسایی که اون جلو هستن، کنار مداح هستن، مداحای معروف هستن که در طول یک مثلا یک روزه رو شاید 100 میلیون تومان پول بگیرن، در باز بستگی به مکانش هست، اونهایی که میزنن تو سر و صورت خودشون اونها نیز پول میگیرن. در کنار این ما شاهد هستیم که کسایی که فیلم برداری میکنن، فیلم ها رو تولید میکنن، پخش میکنن، اونها هم دوباره باز یه پولی میگیرن. در کنار اون رستوران هایی که اون مکانی که روزخانی هست خوراک میارن آماده میکنن تا به مردم بدن، به مدعا بدن، اونها هم دارن پول میگیرن. پس یک زنجیره‌ای هستش که مجال تفکر رو نمیده و این زنجیره تبدیل به یک دایره میشه، مجال این رو نمیده که یک تفکر تازه و یک تفکر حقیقی جایگزین این خرافه بشه. چه راهی رو شما در نظر دارید؟ امیدوارم هیچ مسلمانی از سخنان من آزرده نشه. من به عنوان کسی که اسلام رو چشیدم نه یک مسلمان رو توهین کنم، مسلمان مورد احترامه، اما من اسلامی رو که چشیدم میدانم که این آسیبی که اسلام به سرزمین ما ایران زد تا زمانی که به عنوان یک باور یک ایرانی هست مجال آزادی رو به ما نخواهد داد. درود میفرستم خدمت دکتر صحاب عزیز و سپاس از این که باز لطف کردید با توجه به اینکه در دقایق آخر ما با دکتر صحاب صحبت کردیم، به خاطر اینکه در صدد این بودیم که در این استدیوی جدید بتوانیم اولین برنامه رو داشته باشیم، ایشون با محبتشون ما رو پذیرفتن. در خدمت شما هستم دکتر صاحب. عرض ادب و احترام خدمت شما رسول عزیز. عزیزید. تمام اعضا و دوستان مخاطب. عرض ادب دارم خدمت شما. خوش اومدید. سپاسم مهر شما. دکتر صاحب عزیز. خواهش. دکتر صاحب عزیز، اولا خواهش می‌کنم بازم بلند صحبت کنید، چون صداتون همونطور که گفتیم میره و میاد، یه مقداری ضعیف هست، نمیدونم مشکل ما هستیم یا اونجا. اما سپاسگزار میشم در رابطه با این موقعیتی که خب میدونیم آقای روحانی چندی پیش اعلام کرد که میباید ایام محرم برقرار بشه، حتی با توجه به خطره که در کرونا ما میبینیم در ایران هستش و این جمعیتی که اینها تشویق میکنن توی خیابونها بیان، باز این کرونا رو متاسفانه ویروسش رو بیشتر پخش خواهند کرد و مردم مبتلا خواهند شد. اما روی این باوری که یک افسانه، از دیدگاه من البته افسانه دروغین بیش نیست، اگرم بوده ربطی به ما ایرانی ها نداره و بخواد اینقدر شرایط رو سخت کنه برای هموطنان عزیزمون، اما عجب درآمدسازی شده، طوری که این مداها تشکیل مافیاهای بزرگ دادن و مسلح هستن و نوچه هایی دارن و این نوچه ها دوباره به عنوان گنگسترهای توی ایران عمل میکنن و تا اونجا که من اطلاع دارم نفوذ اینها تا خانه خود خامنه ای رفته، یعنی اونقدر نفوذ دارن که میتوانن سخنان خامنه ای رو حتی عوض کنن بر علیه حتی فکر خودشون، تا اونجایی که من شنیدم. سپاسگزار میشم در این رابطه اگر مطالبی دارید از شما بشنویم. عرض ادب مجدد. راستش قرارگاهی هست در تهران، بچهای تهران اطلاع دارن، به نام قرارگاه عمار. بله. که این قرارداد ارتباط مستقیم داره با همین محافل مداحان. درست. بسیار از مداحان قدیمی ارتباط دارن با سپاه، با گردان‌های امام صادق که پاسدارهای آخوندن. بله. امام صادق همشون آخوندن و همشون پاسدار. بله. اینها یه مجموعه رو ایجاد کردن هم در دنیای مجازی هم در دنیای واقعی از کسانی که مداحی میکنند
درست. یک زنجیری اقتصادی رو ایجاد کردن. فقط پول دادن و پول گرفتن از سمه نیست. بله. یک سیستم برای شکلی افکار جوانان. درست. یک سیستم تبدیلی گسترده است. بله. همین که در ایتالیا سیاها از بچگی شروع میکردن. مثلا حتی نه فقط رو پسر بچه ها، رو پسر بچه ها. در ایتالیا ما گردان های گردی مادر رو داشتیم. دوباره از 13 سالگی واردش میشد. در آلمان ما جوانان هیتلر میشیم. در ایران هم ما گردان های بسیج رو داریم. بله. طرف از 10 سالگی 10 سالگی میاد داخلش آموزش میبینه. بله. و اگر میخواد فردی وارد بشه 6 سال 8 سال 5 سال 10 سال بسیجی فعالی که داره یک کمک برای اینکه استخدام بشه، خصوصا در نهادهای اطلاعاتی و نظامی. درست. امروز ما داریم میبینیم که مداحان خود نه به عنوان قسمتی از سپاه بلکه به عنوان قسمتی مهم از جناح راست و حکومتی دارن عمل میکنن. اما اگر کرونا فاصله یک متر و نیم تا یک متر و هشتاد باید براش لحاظ بشه، خب همه جا باید براش لحاظ بشه. بله. دولت ایران هر وقت به نفعش باشه آمار تغییر. الان شما مطمئن باشید آمار محرم یه من شما داشتم عرض میکردم تا خواهش رو هشت و نوم شهری باید. بله. ایران با آقای زافی آقای جهانپور اینایی که اصلا دور وزارت بهداشت درمان آمار رو این مدت میارن پایین و بعد از اون دوباره میگن رفته بالا، چون نمیخوان بپذیرن که انسان ها همه جا به کنار دریا چه تو تکیه و مسجد چه تو کرونا بگیرن. بله. بهداشتی انجام بشه. اینو بگم خود دولت ایران میگه 50% مردم ایران همون ماسک به تعداد کافی ندارن، از نظر مالی مشکل دارن. درست. نفر در روز حداقل دو تا ماسک میخواد که میشه 2,000 تومن 3,000 تومن، یعنی خانواده 4 نفره باید در روز 12,000 تومن پول ماسک بده. درست. ما 60,000 تومن خب ندارن. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. امیدوارم با فیض خداوند این آگاهی بیشتر بشه که ملت ما گذشته از این که دیگه فریب این دولتمندان نظام اسلامی رو نخورن، بلکه آگاه بشن که رابطه انسان با خدا یک رابطه عاشقانه هست. هیچ انسانی بر روی زمین نخواهد موند. مسلماً اگر دلیر مردان و دلیر زنهایی بودن که برای یک هدف مقدس مبارزه کردن، حتی مرگ اونها نیز مقدس است و مورد احترام هوادارانشون هست. اما اگر قرار باشه که این گونه در فریب ملتی قرار بگیرن که نظامی به نام نظام اسلامی از این شرایط به نفع ظلم و ستمی که داره میکنه استفاده کنه، نمیتواند اون جایگاه درستی باشه. یکی از اخبارهایی که در این روزها میدونم همه هموطنان عزیزی که به دنبال خبرها هستن مشغول کرده، انفجاری هست که در بیروت متاسفانه ایجاد شد و فکر میکنم حدود 200 نفر متاسفانه تا به امروز کشته داشته و نزدیک شاید 5000 نفر هم اگر تصورم باشه زخمی داشته باشه. اما در کنار این که در پیگیری و چلنج این هستن که بتوانن سرنخی از این انفجار رو پیدا کنن، متوجه شدن که رهبر حزب الله حسن نصرالله سخنانی رو در چندی پیش کرده بوده که حتی اگر برای ما امکان پذیر باشه لازم نیست که با بمب اتم ما اسرائیل رو بخوایم بهش آسیب بزنیم، بلکه میتونیم با موقعیت‌های دیگه‌ای این انفجار رو ایجاد بکنیم. و گویا که خیلی ها به این نتیجه رسیدن که این کار حزب الله بوده و داشته این برحال موقعیت رو ایجاد میکرده برای اینکه به اسرائیل آسیب بزنه، اما قبل از اینکه به اسرائیل آسیب بزنه متاسفانه به سرزمین لبنان آسیب زده. سپاسگزار میشم اگر در این رابطه مطلبی دارید بفرمایید و اگرم منو اصلاح کنید اگر اخباری که دادم درست نیست رو اصلاح بفرمایید. تقریبا که نه. ببینید نیترات آمونیوم یک ماده هست، نیترات که برای شیمیایی استفاده میشه. بله. این ماده در بسیاری از سازمان های چریکی که شیمیایی مورد استفاده قرار
درست. منظور حسن نصرالله سلطان که برای حمله به اسرائیل بمب‌های بیشتر نیست. درست. با بمب‌های ساده هم میشه. طالبان، PKK، القاعده، داعش، همگی بمب‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کنن. این بمب‌های کنار جاده‌ای از ماده‌ای هست به نام آمفو. AFO. این ماده ترکیب گازوئیل 5% با 94.5% نیترات آمونیوم که البته باید مقدار خالص بشه. درست. سال 2013 یک کشتی روسی با پرچم مولداوی 2740 تن، یک کشتی خیلی بزرگ، 2740 تن نیترات آمونیوم رو داشته به سمت موزامبیک میبرده. بچه میگن مقصد اصلیش اصلا. خب کارمنداش ازش شکایت میکنن تا در هم سال 2013 در بهار و تابستون 2013 نگهداری میشه در لبنان و غیر لبنان بار کشتی رو ضبط میکنه به خاطر بدهی های این ناخدا. اسم این ناخدا هست پرو کشف به کار میکنم پرو کشف و این انوار توقیف میشه. اما اداره نظارت بر گمرک ها و سازمان افتشانی شهرداری بیروت بیش از 8 بار بود این طرز شهرداریه 2700 تن ماده منفجره خطرناکه. بله. ولی کسی این بار به حرف اینا گوش نداد. متاسفانه روز سه‌شنبه انفجاری صورت میگیره بعد از انفجار هیروشیما و ناکازاکی در آگوست سال 1945 بزرگترین انفجار تاریخ بشریت. بسیار کشته میشن زخمی و چیز عجیب اینجاست که نگهبانی، نمیگن نگهبان از اون قسمت بندر در اختیار نیروهای حزب الله. این چیزی که پسر رفیع خریری یعنی بقا حریری در کوچکی سرطریری های موقعی گفته حزب الله لبنان معنیش در اون قسمت نگهبان دادن و اجازه دست نمی دادن شهرداری بیرون. اما اینن پرونده های از دست نیاز به سوال ها برسی داره. الان چند سال رفیع خریری رو در داشتن؟ بله. سال بیشتر دیگه. بله. هنوز پروندهش نتیجه نست تا این بخواد نتیجه بده که هیچ متاسفانه قتل میکنن، جنایت میکنن، به گردن نمیگیرن. 8 ماه پیش هواپیمای ایران به سمت کیف در خاک اوکراین در حال حرکت بود، در غرب تهران در ناحیه شهریار زدنش، 4 روز گردن نگرفتن، انسان گناه رو کشتن و آخرشون گفتن خطر انسانی بود. بله. کشند و گردن نمیدن، یعنی انسان هایی هستن که به اصول اخلاقی اهمیت نمیدن. انسان های پست و دروغگو انتظاری نباید داشت برادر رسول. بله مسلم. متاسفانه. به هر حال هر کجا که یه آشوبی میشه ما یا رد پای نظام اسلامی رو مستقیم اونجا میبینیم یا رد پای حزب الله رو میبینیم. باشه که جهان از این نظام اسلامی و این حزب الله یه روزی به فیض خداوند رهایی پیدا کنه و بتونن در امنیت و صلح باشن. معمولا من چند تا سوال از شما میکنم نسبت به موضوعاتی که در طول ایام گذشته بوده، اما میخوام این بار خود شما یه سوال از خودتون بکنید نسبت به موضوعی که هست، این رو به عنوان یک سوال مطرح کنید و مشتاق هستم از شما بشنویم. اگر مطلبی هست خوشحال میشیم از شما بشنویم. بفهم عزیز. اولا من تبریک بگم به همه بینندگان زون خانوادگی خواهش که یه استوری جدید منتقل شدیم. من به همه دوستان تبریک میگم. کسی که زحمت کشیدن سپاس دوستان پشت زیاده حالش از صدای بنده حقیر و تصویر شما کشیده دیده بشه، ولی خب عزیزان بسیاری محبت میکنن. بله دقیقاً. من میخوام یک تشکر دوستان رو بذارم برای آخر برنامه اسپانسرهای معنوی برنامه. خواهش همشه چارمه. بله بفهم. ریاست انجمن پادشاهی ایران که البته با خاندان پهلوی رابطه اصلا خوبی نداشتن، آقای
فتولای منوچهری یا همون آقای فرود فرودمند. بله. اما اتفاقی که افتاد که ایشون به خاطر کرونا میخواستن برن هند، میدونید چون اقامت آمریکا و ساکن لس آنجلس بودن، اما در اصل مادرشون هم متولد آلمان بودن، شهروند دولت آلمان بودن. درست. ایشون حالا به زند ایشون انفجار سال 1387 شیراز رهبویان انسان رو پذیرفتن مسئولیتشون، و بعد از انفجار سال بعدش در نزدیکی حرم خمینی رو پذیرفتن. انفجار رهبویان وصال 14 نفر رو کشت و 215 نفر رو زخمی کرد. انفجار حرم خمینی 8 نفر رو کشت. بعدها ادعا کردن به صد حمله کرد و کلاً 27 عملیات نظامی ساختار تندتر انجام شد. بله. من نمیدونم واقعا اینا این کارا رو انجام دادن یا نه، اما چیزی که برای من خیلی عجیبه هم کشورهای اطراف با دولتی ده. من پارسال آقای میرزاده بودم که از گوبیل با دستبند بردنشون، چند سال چهرام جزائری از خاک عمان بود، از خاک عراق، حتی آقای سازبند 13 سال پیش از دوستان هاکاری ترک میشه بریگه پیدا نشد برابه دوتا از همراهانشون. این روز آقای من نمیتونم به چون مقصر هستم یا نه، من قاضی دادگاه نیستم. خواهش. از شهر دوبهی راحتیشون رو تا من عمان میبرم و بعد 28 آگوست متوجه میشه که ایشون رو بردن داخل خاک ایران. آیا واقعا کسی با اینها همکاری میکنه؟ آیا این شما رو بینون بینلی که شما این شهروند آلمان رو از خاک ایران نیستی؟ براب. این کار تا کی میخوام داشته باشی؟ بله. میخوام به خاطر پول نفت چشماشون رو ببندن و بذارن این همه ترور انجام بشه. بختیار رو کشتن. همین الان ما در سالیت کشته شدن فرازاده تکیبی که کردن در آل قاسم اون خیلی به دیگه برومن. بله. بعد قرط های زنجیری در یه هفته نگاه کنید و همین تمام به خاطر پول نفت، به خاطر مطامع مادی خودشون چشماشون میبنده. درست. و حاضر نیمیشه با بگه آیا جان انسان ها چی نداره؟ اگر فرض کنیم آقای شارمن کارها رو کرده که من باید واقعا باید بود، هر کسی استحقاق این رو داره که در یک دادگاه عادل محاکمه بشه؟ من خودم رو میگم وقتی بودم بار آخر به دادگاه انقلاب برای محاکمه، قبل از اینکه من وارد دادگاه بشم خودم آماده وکیل ابلاغ شد، من دارم تو این واقعا خنده داره. بله. قبل از اینکه وارد دادگاه بشم خانواده من و وکیلم خودی میدن اجا جای دنیا اتفاق میدن. دقیقا درست. نه وکیل روسی نه میتونی اتفاق کنی، نه از منصفه یاد، نه از آزاد حرف هم بزنی برای میگردونه بزرد به اطلاعات و سپاه شکن کرد. درست میکنم. کسی نمیتونه در زندان های ایران اعتراف کنی، اون هم به خواست قلبی خودش. اعتراف ها زیر کتک و شکنجه هست، اصلا قابل کار نظر قانونی نیست، مثل زمان اسلامیه. بله. خواهش میکنم مردم بهش توجه نکنن، فشار مجبور شدن اعتراف کنن. انسان بعد از حد مقاومت تسلیم میشه، آدم ها آهن باشن بعد از حد مقاومت زوم میشن و حرارت و فشار بازو. درست. من میخوام به مردم کشورم بگم از دنیای سیاسی حمایت کنن. مصطفی صالحی این هفته اعدام شد. متاسف. دیدید که شاهزاده چقدر بعد رو تصدیق دادن. بله. 8 ماه بعد از حوادث دیما 1396 بازداشت شد. هر کی خط رو گردن نگرفت، اسلحه‌ای نداشت. گفتم از تفنگ شکاری استفاده کرده، گفتن در کشور خارج بود. همش دروغ بود. بله. نشه. انگیزه‌ای بود. و نه اصلاحی پیدا شد، ولی خب تو ایران میدن طرف و دار میزنن و به قول یکی از دوستان که میگو اگر شاهد بود چرا 8 ماه بعد بازداشت کرد؟ اگر موزش دیده بود چرا با تفنگ شکاری شلیک کرد؟ و چرا شما دارید دشمنتون رو رصد میکنید آلت قتاله رو پیدا نکرد؟ اینا همه ظلم و جور حکومته. بله. ایران نمیتونه دشمنانش رو پیدا کنه، آدم های عادی رو. بله. الان 3 نفر در تهران، 5 نفر در اصفهان منتظر اجرای حکم اعدام هستن. متاسفانه از همه عزیزان خواهش میکنم، بزرگواری کنم، فرقی نداره پادشاهی تا جمهوری،
نذارن این بزرگواران، این برادران ما اعلام بکنن، اینا جوان اینها 37 سالشه. بله متاسف، خواهش میکنم. ممنون از محبتتون، سپاس از اینکه با ما بودید. خب آقای دکتر صاحب عزیز، 41 سال هست که اینها به این طریق عمل کردن. من دوستان 13-14 ساله، 15 ساله، 16 ساله خودم رو شاهد بودم که به پای اعدام رفتن، و دوستانی که 15 سال، 16 سال بودن به زندان اوین رفتن، بعد شده 18-19 ساله به ما خبر دادن که بیاید آزاد میشه، و ما با خانواده های دوستانمون، بچه محلامون که اون موقع مخالف بودن، البته از سیاست واقعا چیزی نمیدونستیم. شما فکر کن من 16 ساله 15 ساله ما سیاست چیزی نمیدونستیم، ما بیشتر تحریک میشدیم و درد جامعه رو به نوعی میفهمیدیم و حرکت میکردیم. وقتی رفتیم جلوی زندان اوین، جسد دوستانمون رو تحویل گرفتیم. نظام اسلامی این گونه نیستش که ما بگیم بعد از 40 سال یک باره چنین موقعیتی براش ایجاد شده. از همون ابتدا کشتارهای عظیمی رو انجام داد نسبت مخالفین خودش، و الان دیگه در کناری که اپوزیسیون داره درک درستی داره نسبت به اینکه اتحاد داشته باشه و چگونه عمل کنه، که متاسفانه آسیب‌های بسیاری میخوره در حتی اتحاد با خودش، اما جمهوری اسلامی روز به روز داره ترفندهای فریب کارانه بیشتری رو یاد میگیره. با شما صحبت کردیم در جلسه قبل که 3 نفر رو اومدن گفتن ما اعدام میکنیم، اصلا چه لزومی داشت بگم؟ بلافاصله اپوزیسیون هشتگی رو ایجاد کرد که بسیار کار نیکویی بود، و حتی مسیحیایی هم که در طول سالها متاسفانه سکوت کرده بودن، خدا رو شکر به این غیرت اومدن، و دیدیم روی فیسبوک، روی اینستاگرام شبانان، ایمانداران نیز از این هشتگ دفاع کردن، بسیار کار نیکویی کردن، غافل از این که این یک فریب بود. اون 3 نفر رو آوردن جلو و در پشت صحنه اعدام ها رو شروع کردن انجام دادن، که من در این رابطه صحبت کردم و شما هم نیز تایید فرمودید اون روز که میتونه این نیز یک فریب باشه و جمهوری اسلامی از این موقعیت استفاده بکنه، و ما میبینیم که این نقشه ادامه داره. تصور من بر این هستش که باید فراتر از هشتگ قدم برداریم. تصور من بر این هستش که میباید آنچه که لازم هست رو اپوزیسیون انجام بده. من به عنوان یک کشیش مسیحی هرگز نمیتوانم در قلمرو این مبارزه از تندروی سخن بگم، اما فکر میکنم الان شرایطی نیستش که ما بتونیم با نرمی با این نظام اسلامی دیگه ادامه بدیم. با این نرمی همینه و بدتر میشه، کاملا ایران تجزیه خواهد شد. نمیگم این اتفاق میفته، ولی این مسیر اینه دیگه. دولت نظام اسلامی کشور رو تیکه تیکه خواهد کرد و آسیب به جهان میزنه. امیدوارم با فیض خداوند بتوانیم شما، ما، اپوزیسیون، همه در کنار همدیگه در یک دلی آنچه را که لازم هست رو انجام بدیم، و اون سرکوب 100% و یک باره این نظام اسلامی باشه. مجال نفس کشیدن رو به این نظام اسلامی دیگه ندیم و فریب نخوریم. اگر باز مطلبی هست خوشحال میشم در این رابطه بشنوم. در غیر این صورت شما رو به دستان پرفیض مسیح میسپارم. سانه میخواستم بگم حق دفاع مکروب فرمانی مکروب برای همه انسان ها وجود. بله، این طور نیست که در نافرمانی مدنی ما فقط تفاوت کنیم، حساب کنیم، اینها رو با هم بس کنیم، راحت نه، اینا جور بشه. اینجا انشار با خود اصول نافرمانی مدنی در داخل مشروع هم هست. اگر کسی بیاد به ما آسیب برسونه که ما نباید نگاش کنیم. براب. ما هم حق داریم از خودمون دفاع کنیم. براب. ما شروع نکردیم. کردیم مردم ایران تمامش میکنن با فیض خدا. بی تردید مردم ایران با کمک هم کنار هم. آمین. برای من تشکر میکنم. خواهش از تشکیلات کار و جناب اشکان عزیز، از کلی نیکونش کبیر اتحاد ملی ایران و حزب نافرمانی، حزبی دیگه شده ناسازی نافرمانی مدنی ایران، چکم از شعر ویسی این دفعه هم که پخش کردید برای در چند بعد داشتیم. اینها همه کسانی هستن پخش خانگ مبارزه و رسیدن به آزادی است. نسل جوان دیگه نمیشه فیاره کنه. مردم برای مبارزه آمادن. با روزی که مردم
بخواهند کشور رو به طور کامل آزاد کنن. وقت باید مستورا دنبال سوراخ بله. شما عزیز سپاسگزارم، شما رو به دستان پرفیض خدا میسپارم. عزیز خب هموطنان عزیز، خواهش میکنم لطفا عزیزان که روی فیسبوک هستن همین الان ما رو دوباره شیر کنید با دیگر دوستان. شبکه امید جاودان فعالیت هاشو دوباره شروع خواهد کرد و سعی میکنیم گسترده کنیم این فعالیت ها رو. نیاز به این داریم که از شما نیز بیاموزیم نسبت به پیشنهادات خودتون، نسبت به اینکه حتی خدماتی اگر در بین بینندگان عزیز افرادی هستن که میتونن در این قسمت شبکه رو محبت کنن، حتما نباید مالی باشه. میتوانید شما با ما تماس بگیرید با شما تلفن 818-716-4-0. عزیزان که گواهی دارید میتونید تماس بگیرید، آنچه که مسیح در زندگیتون انجام داده و باعث امید خواهد شد و میدونیم که امید همه ما عیسی مسیح است و همه ما که مسیح ایمان آوردیم در قلبمون یه عشق و یک شور و یک محبتی است که مسیح قرار داده. این رو پنهان نکنیم، نور را نمیتونیم پنهان کنیم، نور رو باید رها کنیم تا دیگران که در تاریکی هستن رها بشن. بریم به اختیار آیه یاسر عزیزم، لطفا اگر میتونیم سرودی و یا کلیپ همچنین نسبت به کلیپی که آیه دکتر صحاب عزیز فرستادن از با گروهی که در این مبارزه هستن رو ببینیم. اگر بتونیم وقت باشه با یک بیننده ایرانی نیز صحبت خواهیم کرد. سربراور دست ایران زدی شهر لادی ترکیه در بود اکتیمیزه لوله چوک نسوک رو بخیار زده بود. من نهایت خوشبختم که عرضوی دیرونه که برم به موفق بودم. Come on, come on.
شعله امید ها دست خزون نام اون شد وحدت هرمزن مشت محکم از سپاه تم تم برده ها به تازی و تازی زده که برنا را به بیرانی زده به شریدی راهی نیکی زده رمز پیروزی به دشتی ما نزده شهاد خیلی ما با همه بخیاری پردنور اعراب خوزی آزری لد و خودش قایی بلون ارمنی و پاسی و ترکمن تارشی و پیلکی و مازنی و اقوام دیگر با همه روز ملایان که به آخر رسد عاقبت ایران به ایران میرسد بترسید هر اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شد و اون روز دیگر فاتحه همه مردم. با سپاس از اینکه هنوز با ما هستید هموطنان عزیز، این برنامه زنده هستش، اولین برنامه‌مون در این استودیوی جدید هست. لطفاً برای ما در دعا باشید، خواهش می‌کنم دست حمایتتون با ما باشه. بازم عرض می‌کنم اول لطفاً برای ما دعا کنید، چرا که میگم وقتی دعا می‌کنید دست خداوند نیز با ما عمل می‌کنه، اما وقتی که شما کمک مالی می‌کنید مسلماً خوشی دل هستش، اونجا هم قوتی خواهد بود. اما با دعا به ما هدیه بدید، با دعا به ما پیشنهاد بدید، چرا که خدا رو در کنار پیشنهاداتتون، در کنار هدایاتون دارید و ما نیز این خدای زنده رو در کنار خودمون خواهیم داشت. ایمان دارم خداوند مطابق فیضش عمل خواهد کرد و از این رسانه استفاده میکنه برای نجات ایرانیان، آزادی سرزمینمون ایران از دست دشقیمایی که اینک حاکم هستن و به فیض خداوند امنیت در ایران ساکن خواهد شد. درود میفرستم خدمت خواهر عزیزمون سارا در ایران، سپاس از اینکه با ما هستید. آیا صدای منو دارید خواهر سارا؟ درود میفرستم خدمت کشیش اصول عزیز و همه عزیزانی که از این طریق، از طریق این رسانه صدای من رو میشنوند. خدا رو شکر میکنم جلال برنامه خداوندمون عیسی آمین. مسیح که تو هر شرایطی تو تمام لحظه ها با ما هست و برای آمین. تک تک ما میجنگه، برای تک تک ما برای تک تک ما تو هر شرایطی که هستیم خداوند می جنگه و خداوند هست که عمل میکنه. من میخواستم در واقع گواهی ایمانی رو بدم که دقیقاً دو روز گذشته برای یکی از عزیزانم و یکی از نزدیکانم یک مشکلی به وجود اومده بودش که وقتی که از کلیسا خواستیم که براشون در دعا باشن، خدا رو شکر میکنم که واقعاً اون مسئله‌ای که به وجود اومد، مشکلی که به وجود اومد، واقعا به طرز معجزه آسایی که جز خداوند، جز دست خدا هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه، عمل کرد خدا و در واقع یکی از عزیزان ماشینی رو خریده بود و متاسفانه با وجودی که تمام پولش رو پرداخت کرده بود، اما اون آقایی که این ماشین رو فروخته بود نمی آمد سند بزنه. یعنی به نوعی میشه گفت چون الان متاسفانه شریر به هر شکلی به ایمانداران ضربه میزنه و میخواد که روحیهشون رو خراب کنه و میخواد که ایمان اونها رو ضعیف بکنه، و بلافاصله اون شخص خواستش که همه در اتحاد براش دعا کردن و اون آدمی که ماشین رو در واقع به اینا فروخته بود میخواستش که مثلا یا پول دیگه بگیره یا به شخص دیگه بفروشه. به محض اینکه براش در دعا، کلیسا در دعا ایستادن، خود اون مالک ماشین، مالک قبلی، بدون اینکه اصلا بفهمه خودش گفت، تلفن زد به اینا و اون شخص خریدار که از اعضای خانواده من هستش و گفتش که کجا بیام من این سند رو بزنم به شما. جلال برنامه خداوند عیسی مسیح شد. بله خدا رو شد. و خود این شخص اشک از چشای سرازی شد و بلافاصله با من تماس گرفت و گفتش که خدا معجزه کرد. آمین. و اینقدر شاد بود به من میگفت فقط به من بگید من باید چی کار کنم. گفتم فقط امید تو، شادی که خداوند به ما داده از دست نده. گفتم برابو. ببین این به تو داره نشون میده، خدا میگه مشکلات هست، سختی ها هست، اما شما به یاد داشته باشید من از مشکلات شما بزرگترم، من از سختی های شما بزرگترم. شما
عبور میکنید از این سختی ها و نگران نباشید. و من به یادش آوردم گفتم نگرانی، خود نگرانی گناهه و خدا میخواد ما درونمون رو، جسممون رو، فکرمون رو، قلبمون رو با نگرانی و استرس آلوده نکنیم. خدا میخواد ما همونطور که معبد خدا هستیم، روح القدس در ما هست، ما پاک باشیم. یعنی حتی استرس ما رو نابود میکنه، استرس ما رو آلوده میکنه و گناه یعنی همین. و خدا رو شکر که خداوند عمل کرد و این عزیز معجزه خدا رو دید و هزاران بار خدا رو شکر کرد و گفت خدای ممنونم. اما اتفاقی که میفته اگر ما تو اون لحظه، من درسی که خودم کشش اصول گرفتم اینه که بهش گفتم اتفاقی که میفته تو این نگرانی ها، تو این مشکلات، اگر اون لحظه ما اون مشکل رو ببینیم، خدا رو یاد میبریم. پس مشکل رو نبین، خدا رو ببین. به یاد بیار، به خودت بگو به یاد میارم، به یاد میارم، مکتوب است. دائم بهش گفتم و خدا رو شکر باعث شد که ایمانش قوی تر بشه. من هم الان خودم تو مشکلاتی هستم که ششستون خودتون خبر دارید، به خصوص در این خونمون. اما با خودم میگم خدایا ایمان دارم که تو برای من و خانواده من هستی و داری برای من می جنگی، بهترین شرایط رو برای من مهیا میکنی و این به من دلگرمی میده تا در نگرانی و استرس نباشم. برابو برابو. خواستم برای جلال نام خداوند این رو بگم تا هم نام خدا جلال پیدا کنه مثل همیشه، و هم هر عزیزی که صدای منو بشنوه به یادش بیاد که خدا برای تک تک ما میسته، خدا برای ما میجنگه، فقط ما خودمون رو، روحیه‌مون رو، ایمانمون رو حفظ کنیم. آمین آمین آمین. هللویا هللویا. حقیقتا هیچ کس مانند عیسی مسیح نیستش که اینگونه وفادارانه بیسته برای پیروان خودش، حتی آنانی که هنوز او را قبول ندارن، مسیح نیست ایستاده. پس تو هموطن عزیزم، گواهی که خانومم، خواهر عزیزمون نیست، سارا جان دادن، این رو بده، این گواهی در اصل مال تو هستش، مال تو هموطنی هستش که اینک توی مشکلات و سختی ها میبینی و این خواهر عزیز نیست، این گواهی رو به عنوان یک امید داره به تو میده تا با این امید شما بتونی از خداوند در صبر و آرامشی که داری اون رو دریافت کنین. سپاسگزار هستم خواهر سارای عزیز برای مهرتون، برای محبتتون، برای توجهتون به شبکه امید جاودان. باشه که با فیض خداوند سرزمین عزیز ما در جایگاهی باشه که بتوانیم در کلیساهای باز ایران همه در کنار هم دیگه نام او که شایسته است رو جلال بدیم. اگر مطلبی نیست، شما رو به دستان پر جلال مسیح میسپارم. آیا مطلبی دارید خرسارا؟ کشیش رسول در بله در پایان میخواستم یه مطلبی رو بگم، اینکه من با تمام قلبم، با تمام امید و با تمام ایمانی که اون هم از فیض خداوندمون عیسی مسیح هستش، برای گشایش تمام کلیساها، به خصوص کلیسا، به خصوص شبکه محبت و برنامه امید جاودان در دعا هستیم خانوادگی، تا به امید خداوند برنامه زنده رو مثل همیشه بتونیم ببینیم، تا از این طریق هم من و هم همه عزیزان بتونن ارتباط دوباره داشته باشن و برکت بگیرن. براتون در دعا هستیم و ایمان دارم که هر مانعی هستش به فیض خداوند همه اینها شکسته و بسته میشه و ما دوباره با شما تو برنامه زنده در ارتباط خواهیم بود. آمین که چنین خواهد شد. سپاسگزارم مهر شما. آمین. شما و خانواده رو به دستان مسیح میسپارم عزیزی. فیض خدا با شما. خیلی ممنونم. فیض خدا باشم. خدا نگهدار. خدا حافظ. شاید وقتی که ما به برنامه‌های سیاسی نگاه می‌کنیم، مدام پیام‌هایی رو می‌بینیم که حقیقت داره، متأسفانه گرانی حقیقت داره. متوجه میشیم درد و آزاری که مردم دارن از نظام اسلامی می‌بینن حقیقت داره. و و و و همه اتفاقایی که می‌افته و بی‌توجهی نظام اسلامی، ما به قسمتی از این موضوعات می‌پردازیم. اما این گونه نیستش که ما فقط بسنده کنیم به این که پیام ناامیدی بدیم. این خواهر ما سارا از ایران تماس گرفتن. خیلی شرایط سخت توی دنیا هست، اما خواهر ما از امیدی سخن گفت که به توسط مسیح، به توسط ایمان مسیح نیز ایجاد شده. اینک تو هموطن عزیزم، این فرصت رو داری، تحقیق کن
اگر سوالی دارید من در خدمت شما هستم با شماره تلفن 718-716-4-0 تماس بگیرید و یا می توانید به کلیسای ما تشریف بیایید که در خیابون فالبروک هستش 74-75 West Hills Zip Code 91-901-307 که خوشحال میشیم تشریف بیارید. اگر سوالی هست که ما بتونیم جواب بدیم و قلب شما نیز متعلق به خدای محبت به خدای عشق داده بشه و شما نیز رهایی پیدا کنی از اون دیدگاه اشتباهی که توی مشکلات و سختی ها میاد، تصاویر اشتباهی که میاد، چرا که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم یک تصویر در برابر ما هست و اون تصویر خود مسیح هست که بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت، هرچند مرد و ما که به او ایمان آوردیم بیگناه شدیم، اما او قیام کرد تا تو نیز هموطن عزیزم بعد از ایمانت از روی تمام سختی ها و مشکلات قیام کرده شوید. می توانید با ما تماس بگیرید، قلبتون رو به مسیح بدید، این امنیت و آرامش رو داشته باشید هر کجای جهان که هستید و محبت خدا رو بچشید، امید خدا رو نیز بچشید. در کلام خداوند مزمور 31 این گونه میگه، در این چند دقیقه آخر این آیات رو میخونم. احتمال میدن که داوود پادشاه این رو نوشته و یا ارمیا یه نبی رو نوشته، اما این کلامی است که میتونه برای من و شما باشه. اعلام میکنه ای خداوند بر تو توکل دارم، یعنی بر تو یهوه خدای زنده خدای حقیق خودم رو به تو سپردم. ای خداوند بر تو توکل دارم پس خجل نشوم، یعنی ناامید نمیشم، نمی ترسم، نگران نیستم و خودم رو سرزنش نمی کنم، سرزنش از بیرون رو قبول نمی کنم، این ایمان رو دارم به تو که موفق میشم، خجل نشوم تا به ابد، یعنی این که من حتی بعد از این که از روی زمین بلند کرده بشم نیز جسمم بر روی زمین قرار بگیره و روحم به آسمان بیاد در حضور تو خواهد بود، سردرگم نیستم، من یک مذهب دروغین رو پیروی نکردم، من به دنبال عشق تو رفتم خداوند. ای خداوند بر تو توکل دارم پس خجل نشوم تا به ابد، در عدالت خیش مرا نجات بده، یعنی اون رابطه عاشقانه که من رو به خاطرش آفریدی، حافظ من بودی، والدین به من دادی، همسر من دادی، فرزندان به من دادی، در تمام سختی ها من رو حفظ کردی، گوش خود را به من فراگیر و مرا به زودی برهان. اونقدر نویسنده با خدا در رابطه نزدیک هست که به راحتی با او سخن میگه، به راحتی ما میتونیم زمانی که دیوار گناه ریخته میشه با خدای زنده سخن بگیم. برایم صخره قوی و خانه حسین باش تا مرا خلاصی دهی، زیرا صخره و قلعه من تو هستی، به خاطر نام خود مرا هدایت و رهبری فرما. امروز اگر ملت ما آماده باشن و دست از هر باور دروغین بردارن به محبت مسیح که به توسط روح القدس در قلبشون قرار خواهد گرفت، که در کتاب به نام مکاشفه 3:20 آخرین نامه‌ای هستش که در انجیل مسیح هستش اعلام میکنه در پشت قلب تو ایستادم و میکوبم و اگر در رو باز کنی من با تو خواهم بود. زوری نیست، مثل اسلام نیست، کافر نمیگه کسی هست، نمیگه که فلانی نجس هست، نمیگه حتما باید باور من رو داشته باشی. افسوس 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 که اسلام خرد رو از مریدان خود خواهد گرفت و نمیتونن گوششون چشمشون باز بشه که چرا باید به پیروی یک مذهبی برن که اگر ازش کسی بیاد بیرون کافره و اگر کسی ایمان نیاورد کافر و نجسه و خونش مباهه، اما مسیح با عشق و محبت در مسیر دموکراسی و آزادی داره به افراد میگه من در پشت قلب تو ایستادم و میکوبم، اگه در قلبت رو باز کنی با تو خواهم بود، در غیر این صورت به زور نخواهد آمد. ولی افسوس که به دنبال مرده پرستی دی میرن در سرزمین ما و همین نیز وسیله ای شده که شیطان بر اونها حاکم باشه، بر اونها نیز بتونه تسلط داشته باشه. ادامه میده این نویسنده، مرا از دامی که برایم پنهان کردن بیرون آورد، دامی که میبینیم اسلام این کار رو کرده، دامی که نظام اسلامی، دامی که شیطان ایجاد کرده و رها نمی کنه. چرا؟ چون ما اسلام رو رها نمی کنیم، اسلام رو رها کنیم ایران عزیز ما آزاد خواهد شد، زیرا قلعه من تو هستی، روح خود را به دست تو می سپارم. ای یهوه نه الله، عزیزان هوشیار باشید، الله بوته خدای حق، تو مرا فدیه داده ای،
مرا بخشیدی، با خون مسیح کفاره کردی. از آنانی که به اباطیل دروغ را پیروی کنند نفرت میکنم، کسایی که با باورهای دروغین دارن حاکمیت میکنن بر افکار و دل و احساسات ایرانیان. اما من بر خداوند توکل دارم، به رحمت تو وجد و شادی میکنم، زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در تنگی ها شناخته ای. خداوند میدونه که چه به سر این ایرانی ها داره میاد و اون میخواد اونها رو رهایی بده. آیا حقیقتا ایرانی ها آماده هستن که قلبشون رو به مسیح بدن و آزاد بشن؟ مرا به دست دشمن اسیر نساخته ای، پایهای مرا به جای وسیع قائم گردانیدی. آیات بسیاری هستش که باعث امید و قوت هست، اما آیات آخر رو میخوام، آیه 24 رو میخونم از مزمور 31 که داره با من و شما، با همه ایرانی ها که در این سختی هستیم و متاسفانه کرونا نیز بهش اضافه شده، این ویروس، این گونه میگه: قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد، ای همگانی که برای خداوند انتظار میکشید. خدایی که خدای زنده است. تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، اگر امروز شرایطی ایجاد شده که اسلام رو متوجه بشید که نمیتونه از طرف خدا باشه و مسیح نیز در قسمت دیگه ای هست و شما که به کشور مسیحی پناهنده شدی، خدا میخواد چشم گوش تو رو باز کنه. پس مجال این رو ندید دیگه، لطفاً به صداهایی که متاسفانه دوباره ما رو در مسیر خرافات میخواد بکشه. آزاد کنی خودتون رو، حقیقت رو از خدا بطلبید. شما که به عنوان یک مسلمان هستید و هر باوری دیگه دارید، آیا ایمان دارید خدا میشنوه؟ آیا ایمان دارید خدا سخن میگه؟ آیا ایمان دارید خدا اجابت میکنه؟ به خدای زنده بگید، اما به الله نگید، چون الله شیطان میاد باهاتون صحبت میکنه. به خدای زنده بگید خدایا حقیقت چیست؟ این مطلبی هست که من اعلام کردم که خدایا حقیقت چیست؟ و خداوند عیسی مسیح رو ملاقات کردم، زندگیم عوض شد، دخترم شفا گرفت و تا به امروز به عنوان خادم او و خادم ملت ایران نیز ایستادم. بازم سپاسگزار هستم از بعد ازم یاسر عزیز، همچنین ساحل عزیز که امروز به ما دست یاری دادن. از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو برکت بده. یک شنبه با ما باشید لطفاً. ما ادامه پیامی که دل قوی دار رو داریم ادامه میدیم تا بتونیم این دل رو در حضور خداوند تقویت کنیم برای یک زندگی سالم، یک زندگی در امنیت و یک زندگی که درش رستگاری هست. فیض خداوند پیوسته با شما خوبان باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین. جهت همیاری با تلویزیون امید جاودان با شماره تلفن های 818-699-1615 و 818-716-4-0 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.pwoc.church مراجعه کنید. نجاتم بده از تو اینم همه، دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو، دلم دست به دعاته، چشام همش براته.